امروز قرار هستش که با توجه به که خیلی از بیمارا از ما سوالاتی دارن در خصوص چالش‌های درمان‌های اشتراکی ارتودنسی و جراحی با دکتر عباسی، دکتر محسن عباسی که از جراح‌های خیلی معروف تهران هستن و هم کلاسی من بودن توی شهید بهشتی. افتخاری داشته باشیم که باشون صحبت بکنیم. سلام محسن جان. جانم در خدمتم. ارادت محسن جان، شروع کنیم در مورد یک توضیح اولیه در مورد همکاری هایی که ما با عنوان ارتودنتیست و جراح با هم دیگه میتونیم داشته باشیم، تفاوت نگاه هامون و اینکه چه کاری میتونیم بکنیم که از همسو شدن این نگاه نتیجه بهتری برای بیمار رقم بخوره. جراحی ارتوگنتیک اسمش روشه، اگر حالا من خیلی نمیخوام در واقع تخصص صحبت کنم، یعنی اینکه ما هم نیاز به ارتودنسی داریم هم نیاز به جراحی، یعنی کیسی هستش که مشکل فکی دارد که باید هم درمان ارتودنسی براش انجام میشه هم جراحی که بهش میگیم ارتوسرجری. بیماری که پیش ما میان در واقع درمان انجام بدن و مرحله جراحی میرسن، خیلی موقع خودشون تو ذهنشون جراحهای دیگه ای هست که واقعا خیلی هاشون هم اساتید ما هستن و خیلی هم میدونیم کار خیلی خوبی دارن، ولی به جهت اینکه نتیجه درمان بیش از اینکه حتی به زعم من متأثر از در واقع توانمند بودن اون جراح باشه، متأثر از هماهنگی بین من ارتودنتیست و جراح هست، چون من باید با یه جراح حداقل 20 تا 30 تا جراحی انجام داده باشم که زبان مشترکی پیدا کرده باشیم. میخوام یه کیسی رو که با هم دیگه اخیراً هم کار کردیم، آقای موسویان، از اون کیس های چالشی ارتودنسی با ناهنجاری شدید عقب بودن فک پایین و اما تنگی محسوس فک بالا، واقعا یکی از اون کیس هایی بود که نیاز داشتم یه ارتودنتیستی همراه هم باشه و با هم روش کار بکنیم که این زبان مشترک رو داشته باشیم و بتونیم با هم در موردش راحت صحبت کنیم. در مورد موسویان خب تا اونجا که من تو ذهنم هست ما بارها در موردش با هم صحبت کردیم، حالا چه به صورت نامه چه به صورت تلفنی. من به خودش هم گفتم ببین کار ارتودنسی تو فوق العاده سخت هست، خیلی خیلی نتایجش خوب، یعنی من خودم وقتی بعد از ارتودنسی بعد از جراحی من اولش دیدم واقعا اصلا شگفت انگیز بود. همونطور که ملاحظه می‌کنید ما اومدیم با ارتودنسی دندون ها رو به خوبی اول مرتب کردیم، حتی فضاهای باقی مانده عقبی بالا رو بستیم، ولی احساس کردیم برای رسیدن به یک قوس عریض‌تر لازم هست که سارپه، یعنی یک جراحی رو انجام بدیم که کام رو از وسط باز میکنیم تا بتونیم برسیم به یک قوس عریض‌تر و زیباتر، که وقتی این نتیجه رو با ابتدای درمان مقایسه میکنیم از اون کیس هاست که بسیار احساس خوشحالی از این درمان میکنیم. بیشترین سوالی که میپرسن که ما چه مدت بعد از جراحی میتونیم برگردیم به زندگی عادیمون؟ مریض قرار هست فقط چونش مشکل داره و جراحی چونه بشه، یا اینکه یه فکش جراحی بشه یا دو تا فکش جراحی بشه، دو فک و چونش جراحی بشه یا دو فک و چونش جراحی بشه، به علاوه حال یه کار دیگه که مثلا ممکنه روی گونه هاش انجام بشه، روی زاویه فکش انجام بشه، قطعا هر چقدر جراحی سخت‌تر باشه و مفصل‌تر باشه دوره ریکاوری طولانی‌تر است. به قول یکی از اساتید ما دو تا فاکتور باعث میشه مریض دوره ریکاوریش سریع بگذره: یک، مریض تغذیه خوبی داشته باشه، دو، روحیه خوب. بیشتر از 90% مریضا این بی‌حسی موقت است، البته برگشت حس عدد دقیقی نداره. من همیشه میگم بسیار مهم استش ارتودنتیست یک کانسپت و یه دید جراحی داشته باشه و جراح یه دید ارتودنتیستی داشته باشه و این خیلی خیلی مفیده و میگم نتیجه‌اش برای بیماران بسیار مفید خواهد بود. ارادتمندم محسن عزیز، خیلی خوشحال شدم، بازم ازت ممنونم وقتی که گذاشتی.